نام خدا چه خوب یک سوپرمارکت بگویم یا دکان؟ شماید مقبولت جانم، قربان شما. سلامت بخیر باشین، نامتون چی هست؟ اسم فواد مجبور باشنده علاءالدین اولیا. قربان سلامت، علاءالدین اولیا گفتی؟ خب باش که قصه از اینجا دراز نشه، چطور از کار با؟ والا تراز خودت مصمم هستی عزیز دل که ماهای متمادی میشه کار بار از وطن ما فرار کرد، چون اقتصاد مردم ما در حالت است که در یک حالت قرار گرفته که همه چیز خود ما هر روز به میمنوال از دست داده میریم. اقتصاد خراب است، اقتصاد مردم، اقتصاد جیب مردم، کار بارم نسبتا کمتر شد. اما بایی همه بازم میگم ما کار خیلی سپردیم به خداوند کارساز تا بنگریم که لطف و کرم او چی میکنند. ما باید امو حالتی که داریم از دست نتیم، میگم تو موجم یک نفس آرام نیست، ما باید تلاش کنیم، کار پیکار کنیم. اگر یک شاعر میگه تک تک ساعت چی گوید گوش دار، گوید از بیدار باش ایوشیار، تنبلی آرد به چشمان تو خواب، میشود تا آیندهت یک سر خراب. بارد این رقم نمیشه ببخشی، این رقم نمیشه، از دو نفر همینجا گیر کردیم پیدا کردیم. شما اگه یک زمان نمیشه بیاییم پیش کوچک بذاریم، کن داره؟ چرا نه؟ چرا خداوند خیرشون بتا، کلان کار کردن، سعی کنین اینجا چقدر مفشن، یک در رقم کلچخ همیجا هست، بسیار ببخشین دیگه، بیاییم که ما شما براییم در داخل کوچک بذاریم. باش که در هفته هم نباشیم که هفته یک ذره یک امروز داغ شده، همونطور است نی؟ سلامت باشیم قربان تا سلامت، فواد جان گل داغی کلام خودت بر ما هم هستید، خدا کمتان نکنه، بازم سلام برسه برد. ما امروز گزارش داشتیم، گزارش ویژه ما از منطقه سه راهی علاودین، باز گزارش داشتیم از بازارش، اما گفتیم که در چند بخشی که ما نرفتیم. باز گفتن یکی از کوچه هایی که خیلی نامی است، سابقه است، یعنی کوچه خلیفه صاحب است. باز دکان خودت آمدیم، دکان گفتم سوپرمارکت دیگه. قربان شما، هر چی باشه، از دوست هر چی آید نکوه. باز گفتیم باشه، در کمره خودت گپ بزنیم. خوشبختانه که گپ ما در دنیای شعر و شاعری رفت. با یک بارگی شما شاعرم است. من خاک پایت هستم، مثل است که فرهنگ که برای ما امروز ای غنامندی، فرهنگ که امروز برای ما شما آماده است، ما هیچ استفاده نکردیم از این. همه چیزا در اون نقطه است، به شرطی که ما یک ذره تلاش کنیم. نه؟ یک شاعر میگه بگو برای تو چی نویسم، غزل، قصیده، کتاب، برای آن که نخواند کتاب بی اثر است. وقتی که ما مطالعه نداشته باشیم، وقتی که ما نخوانیم، کی به سر منزل مقصود میرسیم؟ کلشتر مطالعه است. بس قربان بیان بس است. هم میگم شرافت الانسان بالعلم و الادب، لا بالمال و نسب. شرافت انسان ها به علم و ادبشان نفتد، نه به مال و نسبشان. مالشان به مرور زمان محو نابود میشه، اما نامشان هم به مرور زمان فراموش خاطر. اما علم و ادب است که به کرسی های شامخ معنویت، حقیقت، راستی انسان ها را میرسانه. ما باید تلاش کنیم در راه علم. زیادتر کسایی را که میبینیم که با شعر و شاعری سرکار دارن، شاید ما اشتباه بگویم، شاید صحیح باشه، شاید نباشه، زیادتر شعرهایشان، یعنی دقیقا که زیادتر به طرف خانقا یا زیادتر رفتین. چطور فواد جان خودت رفتی خانقا؟ بله بله بله. ترس عزیز دل، یک شاعر میگه ای تو الله گوی، چندان گوی گوی، تا که حق با تو شود در گفتگوی. وقتی که ما هر نفس را که به یاد الله میکشیم، خدا عظیم میفهمی که درجات عالیه داره، و هر نفس را که به یاد خدا میکشیم گناه محسوب میشه. متوجه شدی؟ شاعر میگه ذکر خدا کنید عزیزان بر روز و شب، آید به دل جلوه جانان بر روز و شب. آن غافلی که ذکر خدا را نکرده بود، تاریک دل است مرد از چراغش بر روز و شب. به به رفیقا، رفیقا شما برین، و علیکم شما یک کم اکو طرف برین، کمی را باز شوه، کمی رای موتر استاد نشید، کمی طرف باشین، خب؟ که را را بسته نکنیم که مشکل خلق کردن یا ای که را بسته می باشه بسیار گپ خوب نیست. حتی میگن که ناراحت هم میشن که را بند کنی، میگن گناه داره. بله بله، در حقیقت بسیار تشکر. خب یک کمک بیاییم طرف برین، کمی را
برین برین رفیقه که برین که سر تاب ناوخ نشه. نام خدا نام خدا. خواه پیشتر گفتم که کوچه خلیفه صاحب در منطقه سه راهی علاودین خودت علاودین اولیا گفتی. من مفهوم نفهمیدم از مفهوم. از منطقه زمنس، همین منطقه زمنس تا یک قسمت نزدیک به سه راهی اینجا علاودین پایان گفته میشه. به حساب عوامی و مردم و این منطقه به حساب اولیا یا علاودین بالا گفته میشه. این کوچه خلیفه صاحب است؟ بله، این کوچه خلیفه صاحب است. زمان که داخل کوچه میشین به طرف دست چپ در میخورین، در قسمت که کم پیشتر میرین در مسافه 100 متر اینجا خانقای بزرگ است که سالیان متمادی به حساب توسط استاد بسیار بزرگوار خلیفه صاحب گل آقا جان تهیه و ترتیب شد و برادران رو اونا جمع کردن و روزای جمعه اونا علاقات ذکر را ممجد داشت. همین خود خلیفه صاحب کی بوده؟ همین خلیفه صاحب از همین خود علاودین بوده، یک مردی بوده که تمام عمر خود در علم و دانش سپری کرده. نامش خلیفه صاحب؟ خلیفه صاحب گل آقا جان. یکی از کوچه های نامدار شد، بسیار مشهور است. کوچه های نامدار که امروز در سطح کابل است که تقریبا هم مردم به این نام آشنا هستند، یعنی کوچه خلیفه صاحب است که تقریبا شاید در حدود یگان 50-60 سال قدمت دارد. 50-60 سال؟ بله. باز خودشان وفات کرده؟ یا خود پدرهایشان به می شکل که خلیفه های بزرگ بودن، یکی بدگر دزگی شدن و تا این حال نامشان به می بزرگی ماندنه. سعدی صاحب میگه سعدی ها مرد نیکو نام نمیرد هرگز، مرده آن است که نامش به نیکویی نبرن. خانواده های بزرگ هستند که در هر جای نامشان به بزرگی یاد نیست. بسیار زیاد تشکر. ما هم سر راستیم یک رقمک، چون سر را نیستیم خود رفیقه که یک استاد میشه باز را بند میکنه. کدام گپ پیام اگر دارین کمرا در خدمتتون باز ما میریم. بخیر قربان شما. ما خب به اون جایی نرسیدیم که پیام بتون بر مردم ما، اما چیزی که هست را باید آدم در روشن بسازن. ما همیشه کوشش کنیم در زندگی خودخواهی، کبر، غرور، منومی را از لوح دل خود دور بسازیم. یک انسان باشیم که اگر بر یک انسان بر دیگر برادرای خود مفید واقع نشیم، لااقل مضر واقع نشیم. و همیشه کوشش کنیم یک پارچه باشیم، یک ملت واحد باشیم، بدون تعصبات نژادی، ملی، قومی، لسانی، گروهی، طبقاتی. فقط بگوییم از دی و دد ملولم و انسانم آرزوست. بسیار تشکر. بخیر باشین. چیزی که در مورد این کوچه نمانده که بپرسان بکنم، همیشه فاجان گفتن و خلیفه صاحب کسی بوده که در راه علم و دانش زیادتر کوشش کرده برای مردم و در پرویش یک آدم خیر هم بوده. باز کسا که به مگر تا در این منطقه خدا خدا که می باشه که اول در راه مردم می باشه که برای خدا می باشه، یعنی آدم مثل امو باشه. بله بله قربان شما. تشکر. زنده باشه. وقتتان نمی گیرم. با ما رو خدا. قربان تان.